دوستان عزیز سلام بر شما. در این برنامه تمرکز داریم بر جنگ پنشیر و شکست ملا یعقوب در نخستین عملیات در پنشیر، فعالیت و پویایی بیشتر در اندراب ها و ایجاد جبهات چریکی در حوزه پروان کاپیسا که البته قبل از فرا رسیدن فصل جنگ این تحرکات بسیار طالبار مشوش ساخت است. گزارشی که در ظرف 24 ساعت اخیر بدست آمده نشان میده که مانور هوایی طالبا در فضای پنشیر و اندرابا که اخیرا با یک رشته تلاش ها برای بالا کشیدن قوای پیاده بر سنگرستان مقاومت امرا بود، با شکست کامل روبرو شده است. 4 روز پیش ملا یعقوب و شماری از فرماندهان طالبان به شمول اراکین استخبارات عاجل به پنشیر آمدند و در 6 فروند تیارات هلیکوپتر، 3 فروند ترانسپورتی و 3 بال نظامی را در استادیوم پنشیر حاضر عملیات ساخته بودند. هدف ملا یعقوب تصرف و نابودی مرکز نظامی جبهه مقاومت در ولسوالی شتل بود. از ارگ جبل سراج که مرکز اصلی تجمع قوا بود، اینا 500 نفر از افراد گزیده شده نیروهای خاص با خود آورده بودند برای تعرض. قرارگاه عملیات آمادگی علی پنشیر که در ارگ جبل سراج آماده شده، پیوسته از دیگر ولایات اکمال شده میره از نظر لوجستیک و از نظر نفرات جنگی در روزهای آینده. 3 روز پیش از اعزام قطعات پیاده به پنشیر، یک مفرزه کشفی شامل 3 چرخبال نظامی و 3 چرخبال انتقالاتی کوج انتقال یافته بودن چک و بررسی شدن و آماده عملیات بودن. این نخستین عملیات هوایی طالبان در پنشیر پس از گرفتن قدرت در کابل است. تا حالا خود میگفتن که در پنشیر هیچ گپی نیست، یعنی ما تا آخر میریم هیچ، نه مقاومت است نه هیچ. اجیران محلی و جارچیا در بیرون و در درون میگفتن که هیچ گپی نیست، مقاومت وجود نداره، مقاومت در فیسبوک است. حالا مقاومت در عملا در کوهستانات و در دره، من جمله در اندراب ها، بغلان و سرزمین کاپیسا پروان آغاز شده است. 3 چرخبال نظامی که در حمایت از 3 تیاره ترانسپورتی بالا شده بود، در کوپایه های موسوم به آرزو میخواستند قوای پیاده را دیساد کنند. در اطراف مراکز عمده نظامی مقاومتی ها که در این لحظه با آتشباری چند سویه از طرف نیروهای مقاومت مواجه شدند، تیارات افراد دیسانتی را پایان کرده نتانستند، به خاطر از اینکه خود تیارات سقوط نکنند، اما تو مردم آدم ها را که پر آورده بودند پر پس بردند. حتی اینا موفق به بمباران هوایی مرکز مقاومت در چند نقطه نشدند. 2 عامل باعث شکست کامل عملیات شد. یکی، آتشباری چند طرفه مدافعان کاملا آماده بودند، مانع شدند که نفرات کماندو دیسانت شود و این نخستین ضربتی بود که دوباره تیارا آمدن در استادیوم نشست کردن. گزارش میگه که طالب ناگزیر شد به منطقه دوآبی واقع در شهرک زمانکور پایان بیند. وقتی که اینجا پایان آمدن، در هنگام پایان آمدن، قطعات پیاده تازه قطعات پیاده را بدون که به وسیله تیارا دیسانت شوند، اینا پیاده دیسانت شوند برن به طرف مراکز نظامی. این سادگیر ببین. مقاومت و کمین چریکای مقاومت این پلان از چند طرف برهم زد. در نتیجه آتشباری 2 طرفه بر رنجرهای پر از افراد طالب به این گروه تلفات سختی وارد آمد و این در شرایطی است که بعد از خیزش برف کوچ در منطقه زخمی ها و مرده های طالبان تا امی 24 ساعت پیش در باریگرای پر از برف
متوقف مانده بود. یعنی اینا حتی نتونستن به درستی با آسانی مردا و زخمی خود از بین برفا و برفکوچ انتقال بدن. دلیل چیز که اینا وقتی که از یک مسیر میرن از مسیرهای مرتفع اونجا قوای مقاومت متمرکز است، سر از اینا بسیار با آسانی انداخت میشن و اینا نه بالا رفته میتونن و مثل زمان روسا وره وقتی فایر میکنن مرمیش مثلا در یک سرکی سنگ میخوره، آتش میپرانه، خاک باد میکنه، خلاصه هیچ کدام نتیجه نمیده. این تازه شروع کار است. یک تعداد اجساد از دواوی به شفاخانه آناوا منتقل کردن. همچنان در عملیات منطقه آرزو یکی از بزرگان طالب به نام ملا هدایت هلمندی نیز کشته شده است. نگفته نمانه که در منطقه زمانکور رئیس ارکان قوای طالب هم در این عملیات کشته شده. این ملا هدایت هلمندی بر رفعت منطقه در اونجا حضور داشت و مربوط و این آدم گفته میشه که قماندان قطعه منصوری بوده است. گزارش میگه که تلفات نیروهای مقاومت از 5 زخمی و کشته از 2 تا 5 نفر است. تحلیلگرهایی که اوضاع پنجشهر را دنبال میکنن و کشفیات ریسرچ هم که صورت گرفته، برخلاف دیگه نقاط افغانستان مورال جنگجویان طالب خصوصا مورال جنگجویان خارجی در پنجشهر بسیار زیاد پایان است. اینا از این منطقه یا به شکل شنیدگی یا به شکل فیلمایی را که دیدن یک کابوس ترس در مغز از اینا هست. اجیرایی که از داخل پنجشهر و از بدخشان به کار گرفته میشن اونا از دیدن شکست های متواتر در اینجا مشوش هستن. بیشتر ای اجیرا از اسیر شدن میترسن، خصوصا بدخشانی ها که در تخریب و غارت خانه مردم بدخشانی های طالب منظورم است دست داشتن. اینا از انتقام مردم محل و از سرنوشت جنگ بسیار مشوش هستن. ای در حال است که طالب کوشش میکنه که بیشتر طالبای تاجیک از بدخشان بیا با پنجشیری بجنگانه و قطعات بدخشانی هم که به این منطقه میان در آینده ممکن است به تعدادشان اضافه شود. ترس طالبان در تمامی نقاط مشهود است. سابق وقتی که پنجشیر واگذار شده بود بر از اینا بسیار با آسانی با یک موتورسیکل می رفتن در قریجات با 2 نفر 1 نفر. حال هیچ کس بدون 20 نفر مسلح وارد یک قریه شده نمی تانه. این نشان می ده که اوضاع تغییر کرده و حالت خاصی در حال شکل گرفتن است. موجودیت دستجات مقاومت حالا به یک کابوس تبدیل شده است. پنجشیر یکی از خصوصیت های شمیست که مهاجم میتراه یک بار پس میبراه، برحال یک کمه که فکر میکنه که اوضاع عادی است، اما ناگان حادثه غیر قابل جبران پیش میاد که تمامی معادلات و محاسبات نظامی را برهم میزنه. فعلا بر طالب بعد از شکست ملا یعقوب در عملیات هوایی و زمینی و دیسانت کماندوها این کابوس به کابل منتقل شده. در جلساتشان روی کابوس بحث دارن. با این کابوس که پشت سرش کابوس اندراب هاست و پیش رویش که کابوس اوزه پروان کاپیس هاست چگونه مقابله بکنن. تجربه جنگ علیه اجنبی، جنگ علیه بیگانه در این حوزه ها به ما درس های دیگه رو میده. شخصا پیشبینی ما ایست که طالب در امی 3 حوزه دست کم با شکست ها و تلفات فراموش ناشدنی مواجه خواهد شد. حالا جنگ افغانستان جنگ برای سرنوشت است، جنگ برای زنده ماندن است. شما تصور بکنید یک کسی میاد به خانه شما
تا کی گزارش میشه؟ در تاریخ دیده نشده که یک مردمی از بیرون بیا داخل خانه شما و تا آخر او اموجا بمانه و صحیح و سالم برگردد. در تاریخ ما خونه دیدیم. چون این چیزی که همگی مسلح هست و یک انگیزه مبارزه علیه شقاوت و جهالت طالبان بسیار قوی است. ما وضعیت در 3 ماه آینده با شروع موسم جنگ طور دیگری میبینیم. اخیرا یکی از خلبانهای نیروی ارتش گذشته در ارتباط با مانور اوایی ملا یعقوب گفته که در پنجشیر هر زاویه که پناهگاه کمینگیر است و این نمایش مورال بالای ترانسپورتی دیگر در جغرافی های پیچیده پنجشیر مثل ای است که شما بخواین یک ساختمان کانکریتی را با غولک چپه کنین. طالبان با غولک آمده، اما نه، اینا میگن ما غولک نیستیم. تازه سراج الدین حقانی مژده داد به افراد خودشان. شما تصور بکنید که وضعیت کشور در کجاست. میگه 1500 انتحاری آماده و کار است. طالب خود کدام جنگ جبهه‌ای را شروع نکرد. اینا با کجاست؟ اینا بخشی از پروژه تروریسم جهانی است. اینا بخشی از جنگ منطقه‌ای و فرامرزی است. که 1500 نفر چی که با 10000 نفر انتحاری ممکن است از مدارس پاکستان تربیت شود، بیا هم کاربرد داخل افغانستان دارن هم بیرون. در داخل افغانستان اینا وقتی انتحاری کردن که آمدن در یک شفاخانه در آمده، از سرک تیر شده، از پشت یک ساختمان دیگر در آمده، ساختمان کونه فاجعه آفریده. در جنگ کوب، در جنگ پنجشیر، در جنگ های سرنوی ساز انتحاری، او که انتحار هم نکنه او میکشنش. ببینین اینجا خودمی علم کردن مسئله انتحار به عنوان یک قدرت طالب، این ناشی از ترس و وحشت است. بنان ما در پنجشیر شاید حوادث خواهیم بود که کاملا نگاه جنگی و استراتژی جنگ در منطقه در افغانستان و در پاکستان تغییر بده. یک مقامت یک زنجیر است. فعلا 3 حلقه زنجیر به هم پیوسته است: پروان، کاپیسا، پنجشیر و اندرابها. همزمان با شکست طالب در شتل، درگیری در منطقه آبدره و در درههای مختلف پنجشیر هم در جریان است با سلاح سبک سنگین و این تازه چون برف هم یک قد است. چیریک های اندراب نخستین دستجات بودن، یاد ما نره. چیریک های اندراب بعد از سقوط کابل و پنجشیر و افغانستان اولین جبهه ای اینا با وجود آوردن که طالب در چندین نوبت شکست دادن، در هم شکستن و بسیار تلفات هم دادن و تا امروز به عنوان یک نیروی بسیار قهار و هدفمند در صحنه ایستاده است. عملات طالبا در پنجشیر با این شکستش یک شوک به وجود آورده. یادتان باشه این شوک هرگز زایل نخواهد شد، خصوصا وقتی که از این حوادث شوکای سریالی بعدی بر از اینا تحمیل شود و اینا بدبختانه بسیار یک نیروی عجیر و نامرد است. اینا سر مردم های غیر نظامی حملات میکنن، گروگانگیری میکنن. امیال زندان بگرام که زمان پر از تروریست بود، حال تمام جوان های شهرنشین بیگناه کاملا غیر مسلح و غریب کار پر است. همیش از پنجشیر شمالی است. اطلاعات وجود داره که گسترش عملیات در حوزه پروان و کاپیسا وضعیت طالب حساس‌تر خواهد ساخت. به دلیل اینکه پشتوانه حوزه پروان و کاپیسا پنجشیر است، پشتوانه پنجشیر اندراب هاست و این منطقه به اصطلاح که وصل میشه به ارتفاعات هندوکش، سرنوشت جنگ تغییر میده. افسانه 6 ماهه طالب به وسیله که ادعا می شد به وسیله جارچی های شبکه اجتماعی، تلویزیون ها و افراد انفرادی
و افراد ابن الوقت علاچه مزه ایده تغییر است. ای افسانه باطل شده. ظرف چند هفته اخیر خصوصا جنگ اخیر در پنشیر ای افسانه رو باطل کرده. به نظر ما چکشه ای بودلانه ای افسانه را خود سراج الدین حقانی زد، در صورتی که ادعا میکنند که هیچ گپ نیست، کاملا آرامیست، خوش و خوشحالیست. یک دم با عنوان یک تحریک و دستاورد میگه که ما 1500 انتحاری را آوردیم، میخوای روحیه بده و کسایی که روحیه خود در حال باختن هستند. در کابل بین سران نظامی و اداری طالبان بر سر مقابله با پنجشیر بحثای داغی در جریان است. بر سر مقابله با اندراب، اول اندراب اینا رو شکست داد. بر سر مقابله خواستن که اگر خیزش حوزه پروان و کاپیسا در بگیره چه اتفاقی پیش میاد. مسلمان که پاکستان مستقیم مداخله کرده نمیتونه. گروپ های عملیاتی ممکنه داره، مستقیم مداخلهش ناممکن است به دلیل از اینکه کشورهای ناظر در و حاضر در جنگ افغانستان، در جنگ پروکسی یا مخفی، و اونا ای اجازه را نمیدن. اکنون از این انتحاری ها معمولا برای ترساندن مردم استفاده میشه. انتحاری چی؟ سابق دولت بود که تاسیسات دولتی را میزد. آل وقتی که در جبهه هر کسی که میجنگه خودش انتحاری است. تو که انتحاری هم نباشی تو هدف مرمی قرار میگیری. من شخصا من فلسفه زیر نمیفهم، اما قدر میفهم که جنگ ها مقدمه همون نبردهای تاریخی است که ما قبل از تسلیمی افغانستان به طالبان از او سخن میگفتیم. بسیاری ها باورشان نمیامد، میگفتن که افسانه میگه، کسی میگفت که داستان میگه. بله، سرنوشت ما و شما با اینمی افسانه ها و داستان ها گره خورده است متاسفانه. در روز زور آزمایی های بعدی سرنوشت طالب و ضد طالب روشن میشه، مشخص میشه، خاصتا در حوزه های مشخص جغرافیایی. در شمال خواستن این مسئله مشهود است و این جنگ دیدگاه های سیاسی ایدی زیادی از مردم هست که از واگذاری افغانستان به طالبان باور خود، یک نوع اعتماد به نفس خود از دست داده بودن، این دیدگاهشون رو تغییر میدن، دوباره به یک دیدگاه تازه میرسن. تاریخ سیاسی و گفتمانی نظام سیاسی را این جنگ از ریشه دگرگون خواهد کرد. دیگه هیچ نیروی مانند قبل از 15 آگست نظام سیاسی بر افغانستان و هیچ جغرافیای متعلق به افغانستان طراحی و تحمیل نخواهد توانست. او افسانه بر همیشه نابود شد. حتی من فکر میکنم که ترکیب جغرافیایی کشور این جنگ بر هم بزند. این خطر است و عملا بر هم زده. پس برای جنگ به هدف آزادسازی افغانستان از لشکر وکالتی که کاملا با زندگی می جنگه، با روشنایی می جنگه، با موسیقی می جنگه، با ارزش می جنگه، با زن می جنگه، با زیبایی زندگی می جنگه، با لباس می جنگه، آماده باشید. در غیر از او اینا به حساب زندگی می رسند که شما ممثل زندگی هستید. پس جنگ با طالب دفاع زندگی است. این نظام سیاه که با زندگی در جنگ است، مطمئن باشید که در برابر زندگی با زانو در خواهد آمد. هر کسی که از این ایرو پشتوانی میکنه در هر نقطه که است روسیای تاریخ خواهد شد. تا برنامه بعدی، بدرود.